احمد مسعود خواستار برخورد مسئولان جهان در قبال افغانستان شد. یک خبر بی‌نهایت وحشتناک از ولایت پنجشیر رسید. طالبان اشغال افغانستان توسط شوروی سرآغاز بدبختی بود. مولانا فضل الرحمن حمایت از طالبان موجب شکست من در انتخابات شد. و طالبان از گشایش سفارت آذربایجان در کابل خبر دادن. با یاد خدا به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. احمد مسعود خواستار برخورد مسئولان جهان در قبال افغانستان شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در آستانه برگزاری نشست دوحه و به مناسبت سالگرد خروجی نیروهای شوروی سابق از افغانستان با نشر اعلامیه از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواست که در قبال وضعیت افغانستان برخورد مسئولانه تر داشته باشند. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود امروز پنجشنبه 26 دلوه به مناسبت سالروز خروج ارتش شوروی از افغانستان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواسته است که در قبال وضعیت افغانستان برخورد مسئولانه تر داشته باشند. این جبهه از کشورها خواسته است که به جای جستجوی راههای تعامل مقطعی با طالبان در جستجوی راههایی باشند که در افغانستان یک نظام مردمی، مشارکتی و قانونی روی کار آید و خطر تروریسم، مواد مخدر، مهاجرت، گرسنگی و تجدید ناامنی و بی‌ثباتی برای افغانستان، منطقه و جهان از بین برود. جبهه مقاومت ملی افغانستان طالبان را یک گروه تروریستی بدنام و ضد مردمی توصیف کرده و گفته است که این گروه دوام زیاد نخواهد داشت. این جبهه همچنین گفته است که امروز نیز افغانستان تحت اشغال طالبان و ده‌ها گروه تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد. امروز برابر است با 35مین سال روز خروج آخرین سرباز ارتش شوروی سابق از افغانستان است. جبهه مقاومت در پیام خود گفته است که این یک روز مهم در تاریخ مبارزات آزادی بخش افغانستان به شمار می رود. این جبهه جنگ علیه شوروی سابق را شجاعانه و پیروزمندانه توصیف کرده، اما گفته با دریغ و دردی که پیروزی بزرگ مردم ما با توطئه های دیگر مواجه شد که مسئول آن حضور گروه خونهاشان و بی فرهنگ به نام طالبان بود که بالای زخم های مردم ما نمک باشید و 30 سال است که مدام خون بیگناهان را می ریزانند و ملت رنجیده ما را بر رنج و مصیبت های بیشمار دیگر دچار ساخته است. جبهه مقاومت ملی گفته است که طالبان با عملکرد افراطی و تروریسم خود تای 3 دهه گذشته کشور را به چنین اشغال نیابتی و مستقیم کشورها و گروه های تروریستی منطقه و فرامنطقه مواجه ساختند. در اعلامی این جبهه آمده امروز نیز افغانستان تحت اشغال این گروه اجیر و نیابتی و ده ها گروه تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد و با تأسف که بودجه تنش های خطرناک ایدئولوژی قرار گرفته است. خبر بی‌نهایت وحشتناک از ولایت پنجشیر. نشر نتیجه یک تحقیق: طالبان در پنجشیر 285 خانه و 12 باب مکتب را غصب کردند. شورای جهانی پنجشیریان در یک گزارش تحقیقاتی ادعا کرده است که طالبان 285 باب منزل مسکونی، 3 باب مسجد و 12 باب مکتب را غصب کردند. این گزارش تحقیقاتی روز چهارشنبه 25 دلوه سوی مسئولان شورای جهانی پنجشیریان در یک نشست خبری آنلاین با رسانه ها شریک شد. بر بنیاد این گزارش، طالبان در این شمار از خانه ها، ساختمان های مکاتب و مساجد جنگجویان و فامیل هایشان را جابجا کردند. در این گزارش آمده است که در حال حاضر دست کم 21,000 جنگجوی طالب در پنجشیر حضور دارند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که طالبان در شمار از مناطق حتی چشمه های آب را نیز با خود اختصاص دادند و به باشندگان محل اجازه استفاده از آنها را نمی دهند. افزون بر این، جنگجویان طالبان بر زمین های زراعتی باشندگان پنجشیر گشت و گذار می کنند و کشاورزان را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. بر اساس این گزارش، طالبان در مناطقی که احساس خطر امنیتی می کنند، باشندگان آن مناطق را کوچج بری دادند. همچنان طالبان شمار از بازارهای محلی را تصاحب کردند و تمام ضرورت های خود را از بیرون می آورند. گفتنی است که ولایت پنجشیر پیش از 1 سال پیش گواهی درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی بود. طالبان: اشغال افغانستان توسط شوروی سرآغاز بدبختی بود.
همزمان با 35مین سال روز خروجی نیروهای شوروی پیشین از افغانستان، طالبان این روز را یک روز پرافتخار دانسته، اما گفتند که اشغال افغانستان توسط شوروی سرآغاز بدبختی بود. همزمان با 35مین سال روز خروجی نیروهای شوروی از افغانستان، طالبان امروز پنجشنبه 26 دلبه با برگزاری مراسم از این مناسبت تشکیل کرده و عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان در این مراسم ورود شوروی را آغاز بدبختی در افغانستان خواند. او گفت با اشغال افغانستان توسط شوروی و طی جنگ ها حدود 1.5 میلیون افغان شهید و میلیون ها نفر نیز آواره شدند. حنفی تاکید کرد که افغان ها با شکست دادن نیروهای شوروی و امریکا و متحدان آن ثابت کردند که با کسانی که فکر اشغال افغانستان را در سر داشته باشند جواب دندان شکن می دهند. او همچنین گفت که در حال حاضر این گروه حقوق حدود 1.2 میلیون کارمند را از محل بودجه داخلی تامین می کند. او گفت که بودجه عادی و ایماری دولت به طور کامل از درآمدهای داخلی تامین می شود، در حالی که دوره دولت قبل 70% بودجه افغانستان توسط خارجی ها تامین می شد. طالبان از گشایش سفارت آذربایجان در کابل خبر دادند. وزارت خارجه طالبان میگوید که قرار است آذربایجان سفارتش را در کابل فعال کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه 26 دلبه در صفحه اکس خود نوشته است که الهام سفیر آذربایجان در کابل مکتوب رسمی گشایش سفارت این کشور را به امیرخان متقی تسلیم کرد. به گفته وی آذربایجان نخستین بار است که سفارتش را در کابل باز میکند و دیپلمات به سطح سفیر به افغانستان میفرستد. پیش از این رسانه های آذربایجان نیز گزارش داده بودند که این کشور سفارت خود را در کابل در سال 2024 میلادی فعال می کند. فضل رحمان: حمایت از طالبان موجب شکست من در انتخابات شد. مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان طالبان افغان را عامل شکست حزبش در انتخابات پاکستان دانسته و می گوید که حمایت او از طالبان در افغانستان سبب شکستش در انتخابات پارلمانی این کشور شده است. مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان روز چهارشنبه 25 دلوه در یک نشست خبری گفت که حزبش به جرم حمایت از طالبان و تقویت روابط میان پاکستان و افغانستان در انتخابات این کشور شکست خورده است. او همچنین گفت تقصیر ما این است که نقش خود را در ترمیم روابط پاکستان و افغانستان ایفا کردیم و علیه جنایت اسرائیل در غزه صحبت کردیم و از حماس حمایت کردیم که برای امریکا قابل قبول نیست. بر اساس گزارش بیار، رهبر جمعیت علمای پاکستان نتایج انتخابات را نپذیرفته و خواستار راه اندازی تظاهرات مسلط‌آمیز از سوی هواداران شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.